ممنوع شدن کار، تصویر و صدای برخی از هنرمندان در ایران با استاپ‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و در میان هواداران آنها به همراه داشته و بنابر گزارش‌ها در آخرین مورد مهناز افشار بازیگر سینمای ایران نیز با فشار رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و شکایت یک روحانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپول عباسی. موج جدیدی از فشارها بر هنرمندان در داخل ایران آغاز شده که ظاهراً باعث و بانیشان مشخص نیست. هنرمندان ایرانی در حوزه‌های مختلف و در مقاطعی انگار حتماً باید دوره‌ای ممنوع شدن هنرشان در رسانه‌ها و اجتماع را تجربه کنند. برخی از ممنوع شدن فعالیت‌ها را حتی وزارت ارشاد هم اطلاع ندارد و خود هنرمندان هم گاهی خبر ممنوع شدن فعالیتشان را غیر مستقیم و در قالب شایعه می شنوند که در بسیاری موارد به واقعیت بدل می شود. در تازه ترین خبرها از اعمال فشار به هنرمندان به دلیل کارها و اظهار نظرهایشان در شبکه‌های مجازی، مهناز افشار بازیگر سینمای ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. رسانه‌ها و جریانات نزدیک به سپاه پاسداران به خاطر واکنش به توییت یک روحانی که زنان ایرانی را به سیغه درآمدن نیروهای هشت و شبی تشویق کرده بود، علیه مهناز افشار کمپین گسترده‌ای تشکیل دادند. سال روز تولد بانو هایده، بانوی آواز ایران، کسی که با صدای آنسوتر حامد همایون خواننده که در حاشیه کنسرت اخیرش در کالیفرنیا آمریکا در سال روز تولد هایده بر سر مزار او در وستوود لس آنجلس حاضر شد، صدا، تصویر و حضورش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوع شد. این خبر را مدیر برنامه‌های او با ارائه یک سند منتشر کرد. تکخانی نگین پارسا خواننده و نوازنده در کنسرت حمید عسکری در برج میلاد نیز سبب تعلیق فعالیت‌های این خواننده از سوی وزارت ارشاد شد. به تک تک شقیقه‌های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. اما آغاز موج جدید تشدید فشار بر هنرمندان با این ویدیو کلیپ مهدی یراهی با نام پارسنگ شکل گرفت که مضمونی ضد جنگ داشت. دلواپسان آن را توهین به کشته شدگان جنگ ایران و عراق معنا کردند. وزارت ارشاد اما محتوای آن را متفاوت با آن چیزی که تصویب کرده بود دانست و بدین گونه مهدی یراهی نیز ممنوع فعالیت شد. با این شرایط هنرمندان در ایران علاوه بر قوانین قضایی باید حواسشان به قوانین نوشته و نانوشته صدا و سیما، وزارت ارشاد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هم باشد. شپول عباسی، صدای آمریکا.